سلام، به کانال افغانستان پرس خوش آمدید. توجه شما را به چند خبر مهم جلب می کنم. در آغاز گفتگوهای صلح. هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان در قطر تلاش دارند بر سر ایجاد سه گروه کاری که روی سه موضوع مشخص بحث کنند به توافق برسند. منابع آگاه از دوحه می گویند که این سه گروه کاری قرار است روی سه موضوع به صورت همزمان و موازی کار کنند: قانون اساسی آینده، اعتماد سازی و نقشه راه سیاسی. سه موضوع مطرح شده برای بحث در گروه های کاری است. بر اساس گفته های این منابع، رهایی زندانیان طالب و بیرون شدن نام رهبران گروه های طالبان از لیست سیاه سازمان ملل متحد در بخش اعتماد سازی و ایجاد حکومت گذار در بحث نقشه راه سیاسی می گنجد. منبع می افزاید می کوشند بر سر یک اجندای سه‌ماده‌ای روشن، تازه، مؤثر و سریع و همزمان با آن ایجاد سه گروه مذاکراتی به توافق برسند. این سه گروه به صورت همزمان به کار آغاز خواهند کرد. بر اساس گفته های منابع، هیئت‌های دو طرف با ترکیب 7 نفره از هر دو سو دومین جلسه‌شان پشت درهای بسته را به پایان رسانده و قرار است سومین جلسه نیز بعد از ظهر یکشنبه برگزار شود. ولسوالی مالستان و دست نیروهای دولتی افتاد. احمد ضیا معاون سخنگوی وزارت داخله تأیید می‌کند که ولسوالی مالستان ولایت غزنی از کنترل طالبان آزاد شده است. آقای ضیا گفت که عملیات مشترک نیروهای امنیتی و دفاعی و حمایت نیروهای خیزش مردمی برای بازپسگیری ولسوالی مالستان پیش از ظهر یکشنبه 27 سرطان آغاز شده بود. با گفته ضیا، جنگجویان گروه طالبان با دادن تلفات از مرکز ولسوالی مالستان فرار کردند. او تأکید کرد که عملیات مشترک نیروهای دولتی به خاطر پاکسازی کامل این ولسوالی جریان دارد. پیام عیدی رهبر طالبان: به حل مسئله افغانستان از راه گفتگو متعهد هستیم. ملا هیبت الله رهبر گروه طالبان در پیام عیدی خود تأکید کرده است که به حل مسائل افغانستان از راه گفتگو متعهد است. در پیام عیدی رهبر طالبان که بر روز یکشنبه 27 سرطان به نشر رسید، آمده است که این گروه با وجود پیشروی نظامی در کشور، حامی جدی راه حل سیاسی معضل کشور است. در پیام همچنان آمده است طالبان از هر فرصتی که سبب قیام نظام اسلامی و آمدن صلح و امنیت در کشور شود، حتما استفاده می‌کنند. رهبری طالبان حکومت را متهم کرده است که تا کنون فرصت‌های پیش آمده برای برقراری صلح را ضایع می‌کنند. در این پیام خطاب به حکومت آمده است: پیام ما این است که بیایید به جای اتکا به خارجی‌ها، مشکلات خود را خودمان حل کنیم و کشور را از وضعیت کنونی نجات دهیم. در این پیام به کشورهای همسایه و جهان نیز اطمینان داده شده است که گروه طالبان به هیچ کسی اجازه نمی‌دهد تا با استفاده از خاک افغانستان امنیت کشورهای دیگر را با تهدید مواجه کند. هیبت الله اما تأکید کرده است که سایر کشورها نیز باید در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. رهبری طالبان و دیپلمات‌های خارجی، سفارتخانه‌ها، مؤسسات خیریه و سرمایه‌گذاران اطمینان داده است که از طرف طالبان هیچ مشکلی برایشان به وجود نمی‌آید. ملا هیبت الله در حالی پیام عیدی نشر کرده است که هم‌اکنون تنور جنگ در اکثر ولایات داغ است. او اما هیچ اشاره‌ای به تأمین آتش بس در جریان روزهای عید نکرده است. جنگجویان این گروه در جریان ماه‌های اخیر بیش از 100 ولسوالی را تصرف کرده‌اند. و خبر اخیر و مهم امروز این که مهلت 48 ساعته عمران خان به وزارت داخله پاکستان. ربایندگان دختر سفیر افغانستان باید بازداشت شوند. نخست وزیر پاکستان و وزارت امور داخله پاکستان 48 ساعت فرصت داد تا عاملان اختطاف دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد را بازداشت کند. روزنامه دان چاپ اسلام آباد به روز یکشنبه 27 سرطان با نشر گزارشی گفته است که نخست وزیر پاکستان به شیخ رشید احمد وزیر امور داخلی این کشور هدایت داده است که ربایندگان دختر سفیر افغانستان را بازداشت کند. سلسله علی خیل، دختر نجیب الله علی خیل سفیر افغانستان در پاکستان، روز جمعه 25 سرطان توسط افراد ناشناس از یک مرکز تجاری در اسلام آباد رو بوده و سپس شکنجه شده بود. در واکنش به این رویداد،
وزارت امور خارجه کشور منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل را احضار کرد و مراتب شدید اعتراض خود را با او در میان گذاشت. سپاس از توجهتان. این بود خبرهای مهم تا این ساعت. شاد و کامگار باشید.